اونقدر پیغمبر اکرم خدیجه را یاد می کردند که قالت له عائشه انک تکثر من ذکرها، به تعبیر بنده چه خبر که اینقدر یاد میکنی از عائشه، وقد ابدلک الله خیرا منها، و حال اینکه خداوند متعال زنی بهتر از او در اختیار تو قرار داده است. فقال لها پیغمبر اکرم والله ما بدلتو بها من هو خیر منها، قسم خوردن رسول الله که بهتر از خدیجه زوجه ای من ندارم. صدقتنی اذ کذبن الناس، اون وقتی که مردم تکذیب میکردن دعوت مرا، او تصدیق کرد مرا، یعنی خدیجه. و آوتنی اذ طردن الناس، او مرا پناه داد اون وقتی که مردم مرا طرد میکردند. و اسعدتنی بمالها، اموالش را در اختیار من گذاشت. و رزقنی الله الولد منها ولم ارزق من غیرها، و خداوند متعال از او به من فرزند داد، از غیر او من اولادی ندارم. و اونقدر رسول الله تجلیل می کردن از خدیجه و زحماتش را و خدماتش را یاد می کردن و به یاد می آوردن که عایشه حساسیت نشون می داد. وقتی این احادیث را که در فضیلت حضرت خدیجه ما می خونیم که در منابع خود اونها هم موجود هست، می بینیم برای عایشه فضائل و مناقبی ساختن در مقابل این فضیلت و فضائل حضرت خدیجه. از قضایای مربوط به عایشه در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و برخوردهای عایشه با خود پیغمبر اکرم، داستان سوره تحریم هست که این خیلی مهمه و کمتر مطرح میشه این بحث. سوره تحریم، بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ اسر النبی الى بعض ازواجه حدیثا فلما نبأت به و اظهره الله علیه عرف بعضه و اعرض عن بعضین فلما نبأها به قالت من انبأك هذا قال نبأني العلیم الخبیر ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما و ان تظاهرا علیه فان الله هو مولاه و جبریل و صالح المؤمنین و الملائکت بعد ذلك ظهیر عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات و ابکارا. مطلبی را پیغمبر اکرم به عایشه فرمودند و این مطلب را به عنوان سر به او فرمودند. این مطلب را عایشه فاش کرده و این اثر نبی و الى بعض ازواجه حدیثند فلما نبأت به، فاش کرد اون بعض ازواج اون مطلب را، پیغمبر اکرم ناراحت شدند که این سوره نازل شده به این مناسبت. در این داستان حفصه هم با عایشه شریک بوده، لذا قرآن خطاب می کند به عایشه و حفصه که اگر توبه کنید بسیار خوب، اما اگر بخواهید بر علیه پیغمبر اکرم توطئه کنید فان الله هو مولا، خدا هست و او به کمک پیغمبر اکرم میاد و جبرئیل هم به کمک میاد و صالح المؤمنین هم و ملائکه هم. حالا این توطئه از این دوتا زن چه بوده که خداوند متعال در مقابل این توطئه این چنین عکس العمل نشون میده به قول ما که اگر دست بر ندارید از این توطئه و ادامه بدید، توبه نکنید، خدا خودش و جبرئیل و صالح المؤمنین و ملائکه همه به کمک رسول الله هستند. این چه بوده؟ و اگر پیغمبر اکرم شما دوتا را طلاق بدهد، خداوند متعال زنانی بهتر از شما مسلمات مؤمنات قانتات تائبات تا آخر در اختیار او قرار میدهد. چه بوده این داستان؟ نگاه کنید به صحیح بخاری در کتاب المظالم والغصب، در کتاب تفسیر از بخاری، در کتاب رضاع، در کتاب نکاح جلد 6 صفحه 70 167 و جلد 7 232، باز به صحیح مسلم جلد 3
185 در کتاب رضا و ها کدا به صحاح دیگه و کتب دیگر مراجعه کنید، همه آوردن که این خطاب انتتوبا الالله تا آخر خطاب است به عائشه و حفصه، و این که در قرآن آمده است و این تظاهرا علیه، اگر بخواید بر علیه او به تعبیر بنده توطئه کنید، خودشون نوشتن معنای تظاهر یعنی همکاری و تعاون در ایذاء رسول الله. التظاهر هو التعاون بالایذاء. پس بنابراین عایشه و حفصه با هم تعاون کردند برای ایذاء رسول الله. این در خود صحاحشون ها به همین عبارت و شراح صحاح دقیقا همینطور نوشتن. و عجیب اینه که در آیه مبارکه که آمد که اگر دست بر ندارید به تعبیر بنده، خداوند متعال به کمک پیغمبر اکرم میاد و جبرائیل و صالح المؤمنین، کلمه صالح المؤمنین تفسیر شده و تعیین شده به اینکه مراد علی بن ابی طالب. نگاه کنید به فتح الباری جلد 13 صفحه 27، الدر المنثور جلد 6 صفحه 244، مجمع الزوائد جلد 9 194، الصواعق المحرقه 144، کنز العمال جلد 2 539 که شماره حدیث هم 46 75. ملاحظه میکنید این داستان داستانی بوده که پیغمبر اکرم را اذیت کرده و حضرت از دست اینها چنان ناراحت شدن و عصبانی شدن که این آیات نازل شده، و چنان خداوند متعال پشتیبانی کرده از پیغمبر اکرم که نه فقط خودش و جبرائیل، از خود خدا کافیه دیگه. چه داستانیه که نه من تنها، جبرائیل هم، صالح المؤمنین هم و همه ملائکه. چه داستانیه؟ و الا خود خداوند متعال دیگه فعال مایشاه، همه هم تحت امر خدا. این چه داستانیه؟ وقت کسی که این چنین با پیغمبر اکرم باشد دیگه مادر مؤمنین است، واجب است بر مؤمنین احترام او به چه مناسبت. و اما حرمت ازدواج با زنان رسول الله، بله نص قرآن مجید، کسی چنین مطلبی را نباید حتی به زبان بیاره، نه حتی به دلش هم بگذرونه که با یکی از زنان رسول الله بخواد ازدواج کنه، با حالی که طلحه این مطلب را حتی اظهار هم کرده، بله، و این در منابع خودشون موجوده و بیشتر از این هم راجع به این نکته چیزی عرض نمی کنم.